به شما شما که به در این شبات قرارت میشه پروشوی شرخل خواست در پروشوی شرخل خواست طورت موارد مختلفی رو برای ما عنوان میفهمد و از جمله آخرین موردی که در این پروشا ذکر شده بحث سیسیت هست که پروردگار بزرگ به مشابه شلم این دستور رو عنوان میفهمد که ایشون به جماعت ابلاغ کنه که بایستی میتسوای تسیت رو به مرحله اجرا بگذارن سوالی که اینجا مطرح هست اینه که ما میدونیم در حقیقت تسیتی که ما به این اسم میشناسیم کلمه ای است که فقط در خصوص اون نخهایی است که در آشیه اون پرچه ای که اسمش تلیت هست وصل میشه در حقیقت وقتی ما براها میگیم میگیم از شرق دشانو به مصبتا و به لیت به سیسیت چرا ما نمیگیم لیت حتف به تلیت در حقیقت این تلیت گادول هست و اون براهایی که عنوان میشه در حقیقت فقط تمرکز داره رو اون نخها و بندهایی که در چهارگوشه تلیت هستن برای اینکه به پاسخ این سوال برسیم مورد مشابهی هم وجود داره در تورات ناقدوشا بحث اتروگ و لولاو یا بهتر بگیم بحث اربع مینیم که در موعد سوکا این دستور رو ما به مرحله اجرا میگذاریم براخایی که میگیم میگیم اشر قدشان و به و و ال نتیلت لولاو و اینجا باز این سوال مطرح میشه چرا ما میگیم ال نتیلت لولاف اگر که بخوایم بر طبق ترتیب اون عواملی که در طورت یعنی قدوشا عنوان شده است که ما باید اونها رو بگیریم و این میسوار انجام بدیم بریم جلو قبل از اون اتروی هست و شاید بهتر باشه در دید اول به طور کلیتری بگیم ال نتیلت اربه مینیم یعنی در حقیقت اون چهار عنصری که وجود دارن در اربمینیم رو تمامش رو شامل برخواب بکنیم چرا فقط میگیم النتلدولاف از نظر خسیدوت این نکته رو عنوان میفهمان که اتروک قبل از هر چیز از حروفی تشکیل شده که اینها نوترکون هستند و میفرماد التبوئنی تبوئنی رگل گهوا. هر کدوم از این چهار حرفی که کلمه اتروک از اون تشکیل شده نمایانگر یک کلمه هستند و در حقیقت موردی است که داوود آرشروم در کتاب مقدس تعلیم بهش اشاره میکنه که پروردگار بزرگ من رو به حالت گهوا به حالت تکبر به حالت غرور و خودپسندی در نیار میفهمون که اتروک اگر ما دقت کنیم در حقیقت نماد افرادی است که اونطور که باید و شاید با دیگر اقشار جامعه نمی جوشند و دوست ندارند با اونها باشند و رابطه خوبی با سایر جماعت داشته باشند اونها خودشون رو تافته جدا بافته می دونند و هر بعد اونطور که باید شاید قلب اونها برای یهودی و یهودیت نمی تپه مانند اتروک که اون رو می درون یک جعبه ای حالا افرادی هستن که به میتسوا اهمیت بیشتر میدن جعبه ای رو از نقره درست میکنن بعضی هستن جعبه رو از چوب یا از پلاستیک جعبه های زیبا و در حقیقت اون یک عامل جدایی است ولی کن ما میبینیم که لولاف با توجه به اون اهمیتی که داره با توجه به اون امتیازی که نسبت به دو مورد دیگه یعنی مورد و پید داره به دلیل اینکه میوه بسیار بسیار مقوی و خوشمزه و خوبی رو داره یعنی خورما با این حال میبینیم که آذر میشه که بپیونده با مرد که فقط بو داره و با بید که نه بو داره و نه میوه و اینجاست که براخایی که عنوان میشه میگیم ال نتلت لولاف نه تنها این بلکه اگر ما در گفتار هارامبام دقت کنیم انگاه که هارامبام میخواد حلاخای اربع مینیم رو عنوان بفهمات ایشون میفهمات حلاخای لولاف و همینطور ماران بیت یوسف در حلاخایی که عنوان میفهمان چه در بیت یوسف توضیح که رو تور دارن چه در شولخانه روخ ایشون هم میفهمان حلاخای لولاف یعنی دیگه در حقیقت این اسم لولاف به عنوان یک نمادیست برای میتسوی های میریم که ما انجام میدیم و اگر دقت کنیم لولاو اینو بخوایم به عنوان دو کلمه عنوان کنیم میشه لو 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 لامت واو و لو یعنی چیزی که قلب داره چیزی که احساس داره چیزی که دوست داره با دیگران باشه دیگران رو درک کنه به دیگران کمک کنه و با اونها مصاحب و همنشین باشه ملوسب اینه که ما میگیم ال لولاو رو همین حساب اگر ما دقت کنیم اصل تلیت یعنی اون پرچه که ما بندهای تیت رو بهش آویزون میکنیم در حقیقت نمادی است از یک مقدار افتخار و بزرگی وقتی که هر شود انسان میتونه که تسیت هایی که تهیه میکنه که همون تلیت باشه به اصطلاح از جنس های بسیار عالی یعنی پشم خیلی خیلی بهتر و عالی‌تری باشه و اون نوارهایی که روی یقه اون به صدا میدوزند یا کیفیت های مختلف قیمتهای های داره و میتونه برای افراد مختلف واقعا در سطوح گوناگونی باشه و تغییر کنه ولی این تنها چیزی که برای همه یکسان است اون بند سیسیت هست که بهترین و عالی ترین است که از پشم باشه و در حقیقت از نظر قیمت و از نظر ارزش درست است که شاید یک تفاوتی با هم داشته باشه ولی که این تفاوت اصلا چشمگیر نیست و تقریبا میشه گفت همه در همون حد و انداز است این از یک سو و از سوی دیگر ما میبینیم که تیسیت رو عرض شود این بندها رو وصل میکنیم به چهار گوشه اون تلیت و به هاشیه اون مواقع مختلفی هست که میبینیم که بندهای تسیت روی زمین کشیده میشه مواقع مختلفی است که انسان متوجه نیست پارشون میگذاره ولیکن در حقیقت این نماد افتادگی است نماد تواضع است نماد داشتن احساس و اینکه قلب انسان میتپه برای دیگران است و روی حسابه که اگر ما دقت کنیم میبینیم که نخهای تیتسیت در هر گوشه هشت تا هستن چهار گوشه داریم چهار ضرب در هشت میشه سی و دو و سی و میشه گیمتری های لیو یعنی در حقیقت اون چیزی که احساس خوب خودش رو نسبت به دیگران ابراز میکنه بس روی این احساب است که وقتی که برخواه میگیم میگیم لیت عطف به تیتسیت و نمیگیم لیت عطف به تلیت به خاطر اینکه در حقیقت اصل ماجرایی که وجود داره روی بحث قلب و احساسات و اینکه انسان خودش رو تافته جدا بافته ندونه بلکه با جماعت باشه و سعی کنه که در همه موارد اون کاری که از دستش ساخته است رو با شادی و با میل و با رضایت و صمیم قلب برای دیگران به مرحله اجرا بگذاره شبات بسیار خوبی رو برای همگی از آرزومندیم شبات چلوم اون باره.